تجمع اعتراضی معلمان در تهران برای دومین روز متوالی. پاسدار جلالی: در شرایط کنونی کشور دچار تحریم و تهدید سایبری است. ائتلاف عربی: با تهدیدات تروریستی علیه امنیت جهانی انرژی مقابله می‌کنیم. صبح امروز جمعی از معلمان برای دومین روز متوالی مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معلمان سالهای گذشته برای تدریس به مدارس خارج کشور اعزام شده بودند، اما وزارت آموزش و پرورش رژیم تا کنون حقوق آنها را پرداخت نکرده است. تجمع کنندگان از جمله شعار می دادند: حق ما رو پس بگیر، عدالت اداری، حق ما رو پس بگیر. جمعی از شهروندان ارومیه در اعتراض به غصب زمین‌هایشان توسط شهرداری رژیم و فروش آنها تجمع کردند. پاسدار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم، با نگرانی گفت: در شرایط کنونی کشور دچار تحریم و تهدید سایبری است و تحریم‌های سایبری ممکن است به حوزه‌های داخلی نیز گسترش و مشکلات فراوانی را ایجاد کند. وی با نگرانی از استمرار قیام افزود: از سال 97 عملی شدن این نوع تهدید را دیدیم. در سال 97 حدود 40 میلیون نفر در کشور در کانال‌های اجتماعی خارج پایه حضور داشتند. دشمن در این کانال‌های اجتماعی اشراف دقیقی بر اختلاف‌ها و شکاف‌های جامعه ما داشت و می‌توانست جامعه را به اغتشاش و درگیری بکشاند و برخی از درگیری‌های سال 97 بر پایه این فضا شکل گرفت. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد با تهدیدهای تروریستی علیه امنیت جهانی انرژی مقابله می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرهنگ ترکی المالکی، سخنگوی این ائتلاف، در حال تحقیق روی حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. در این تحقیق تعیین می‌شود که چه طرفی مسئول طراحی و اجرای این حمله بوده است. وی افزود: اقدامات لازم برای حفاظت از دارایی‌های ملی و امنیت انرژی بین‌المللی را در نظر می‌گیریم و ثبات اقتصادی جهان را تضمین می‌کنیم. دیلی استار لبنان خبر داد روز شنبه یک ناوشکن آمریکا در بندر بیروت لنگر انداخت. به نوشته دیلی استار، این اولین بار بعد از 30 سال است که یک ناو جنگی آمریکایی در بیروت لنگر می‌اندازد. به دنبال حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد: ما از همه کشورها می‌خواهیم تا به طور علنی و قاطع حملات رژیم ایران را محکوم کنند. ایالات متحده با دوستان و متحدانش کار می‌کند تا تضمین کند بازارهای انرژی و اندازه مکفی تأمین هستند و رژیم ایران به خاطر تجاوزاتش مورد حسابرسی قرار بگیرد. مایک پومپو در پیام دیگری گفت: رژیم ایران در پشت حدود 100 حمله به عربستان سعودی قرار داشته و این در حالی است که روحانی و ظریف تظاهر می‌کنند که در دیپلماسی فعال هستند. در بحبوحه همه فراخوان‌ها برای کاهش تنش‌ها، رژیم ایران اکنون یک حمله بی‌سابقه را به منبع تأمین جهانی نفت انجام داده است و هیچ مدرکی نیست که این حملات از یمن صورت گرفته‌اند.